روایتی در مورد ریشه تاریخی اصطلاح هفت خط وجود داره. این روایت برمیگرده به آیین شرابخوری در حضور پادشاه در دوران ساسانیان. در اون زمان پیمانه‌های ظریف و زیبایی از شاخ گاو یا بز کوهی درست می‌کردند که چون پایه نداشته، کسی نمی‌تونسته اون رو روی زمین یا میز بگذاره و از نوشیدن شرابی ریخته شده در پیمانه‌اش تفره بره. از این رو دارنده جام مجبور بوده محتویات اون رو لاجرعه سر بکشه. اما برای اینکه کسی بیش از اندازه ظرفیت خودش باده نوشی نکنه و از سرمستی با حرکت و یا گفتار خودش احترام و شأن مجلس شاهانه را از بین نبره، هر کدوم از مدعیون پیمانه مخصوص خود را داشته که به جهت تعیین میزان توانایی اون در باده نوشی خطی در داخل اون شاخ کشیده شده بود که ساقی برای دارنده پیمانه فقط تا حد همون خط شراب در پیمانش می‌ریخته. به مرور زمان همه پیمانه های شراب رو با هفت خط مشخص و درجه بندی می کردن. در مجالسی که پادشاه حضور داشته، میهمان ها معمولاً از 3 تا 6 خط شراب می خوردن. اما افرادی بودند که لوتی هم خونده می شدن که تا 7 خط شراب می خوردن. بدون اینکه حالتی مستی توی اونها ظاهر بشه و دست به حرکاتی که موجب حد حرمت حضور پادشاه در مجلس بشه. به این قبیل افراد هفت خط می گفتن، یعنی اونها افرادی صاحب ظرفیت و زرنگ بودن و به کلیه رموز و فنون شرابخوری تسلط کامل داشتن. این اصطلاح به مرور زمان جنبه عام و مجازی پیدا کرده و در فرهنگ عامه به افراد باهوش و زیرک و مردرنگ هفت خط گفته میشه. البته باید بگیم که هر کدوم از این خط ها برای خودشون اسم خاصی داشتن. خط 1 که خط مزور گفته میشد، کمترین میزان شراب توی جام بود. به ترتیب از خط 2 تا 7 ختم رو فرودینه، اشک، ازرق، بصره، بغداد و خط 7 رو خط جور که لبه پیمانه بود و جام بیشتر از اون جا نداشته بود گفته میشد. به عبارت دیگه جام لبریز از شراب بوده. جالبه بدونید که ضرب المثل جور کسی رو کشیدن هم از اینجا به این جام مربوط میشه. مفهوم این کنایه مشهور همونطور که میدونید یعنی مشکل کسی رو به دوش کشیدنه. اما واژه جور اونطور که همه فکر میکنن به معنای ستم نیست. جور یکی از خطهای بادنوشی در قدیمه. همونطور که گفتیم خط 7 جام شراب اسمش جور بود. کسی رو که شراب نوش قهار و حرفه‌ای بود هفت خط مینامیدن. اگر کسی در بادنوشی به مرحله هفت خط نرسیده بود و از روی غرور از ساقی میخواست تا خط جور رو براش پر کنه، معلوم بود که درمانده میشد. دوستاش برای حفظ آبرو جور اون رو سر می‌کشیدن. و این بود داستان افراد هفت خط و افرادی که جورکش بودند.